سلام با کلی دوستان سری سینما و مخلصانی که برنامه اسرار فیلم آفری را هر هفته انتظار میشوم. طور میدونه دوستان عزیز ما در نشرهای قبلی اطرافی فیلم های گوناگون ژانر زیاد گفتیم تا حدی که بعضن وقت در انتخاب آنها عجیزی میکشیم، زیرا فیلم ها خیلی زیادند و نه همشون موفق و معروف. ولی موضوعی رو که نوبت انتخاب کردیم فکر میکنیم برایتون پسند خواهد آمد و این هم باشد فیلم های کیهانی و هر آنچه وابسته به آنها. زمان برای شکل سیاره زمین رو معین کردن چی کارهایی که انجام دادن شد؟ علمان و دانشمندان زیاده برای اثبات عقیده های خود تلاش میورزیدن، ولی همه تخمین و فرضیه ها پس از پرواز انسان به کیهان باطل شدند. از همان وقت سر کرده موضوع کیهان در عالم سینما موقع نظر از پیدا نمود. فیلم های زیاده تهیه شدند و اکثر آنها اساسی واقعی دارند. این بعد در این نشر برنامه ما شاهد آن خواهیم بود که این گونه فیلم ها چی طور روی نوار آورده می شوند. با ما بمانید. پس منظری سبز، آرایشات کامپیوتری و بعضن پروازهای واقعی، به این چیزها ثبت فیلم های کیهانی را تصور کردن امکان ندارد. در فیلم غیر عادی و در ثبت نهایت مقرری بعضن این عقیده ها از جانب تیگران فیلم های کیهانی قبول کرده نمی شوند. در واقع این نادرست است، زیرا برای ثبت یک فیلم ما ماها زحمت میکشیم. بعضی صحنه ها تا 15 روز ثبت میشوند. از نگاهی من همچون کارگردان تهیه چنین فیلم ها نظر به دیگر آفریده ها مشکل تر است، چونکه ما هیچ گاه در کیهان نبودیم و باید طور نشان بدهیم که بیننده ها باور کنند. وقتی فیلم رو برای اودیتوریه وسیع تهیه میکنی باید فراموش نسازی که با آدم های گوناگون سر و کار داری و هر یکی آنها خصلت و خاراکتر و نگاهی خود را دارند. اگر همان قدر فیلمی تو برایشان پسند آید، به همان اندازه امکان موفق شدنت بیشتر میگردد. اگرچه 99.9% اودیتوریه تو با کیهان پرواز نکردند، اما هر یکی آنها نسبت به این عالمی معلق تخیل و معلومات های خود را دارند. معلومات هایی که آنها را می توانند از فیلم های حجتی، روزنامه ها و دیگر وایسه های اخباری عامه به دست آورند. برای همین فریب دادن آنها کاری آسان نیست. با همین عقیده ها کارگردان فیلمی هنری جاذبه یا خود گراویتاسیا آلفونسو کوارو با ثبت این فیلم شروع نمود. او میخواست آفریدهاش تا حد واقعی براید که بیننده ها به آن باور کنند. از این رو گروه تکنیکی فیلم برای آموختن آتش در فضا، جای دادن ستاره ها در پس منظر نوار، با میلیون ها پرچه جدا شدن کشتی کیهانی هنگام صدمه و ساخت آرایش تکنیکی هنگام ثبت نوارهای دراز زحمت خیلی زیاد کشیدند. اگر ساده کرده گویم بچه های کیهانی رقمی ساختند، از این چیز بسیار متخصص سیسون ناراضی بودند، زیرا به هیچ وجه امکان ندارد که کارگردان به اشتباه رو ندهد. چون این صورت گرفتن جریان کار کارگردان رو به آن وادار نمود که سر این لایحه جدی تر کار کند. همین طور پس از آموزش های طولانی به نوار برداری فیلم شروع نمودند. در اول تمام اعضای گروه از چیزی در هراس بودند، مثل کیهانورده که اداره خود را در فضا گم کرده به سمت بیاخیر حرکت میکند. آغاز همیشه مشکل است گفتن، برای همین تهیه‌گران تمام نیروی خود را جمع نموده، یکی پی کشیدن رسم ها، دیگری از پشت انتخابی هنرمندان و امانوئل هلیوبتسکی اولین مراتبه هنر خود را در ثبت چنین فیلم ها سنجید.
برای به اشتباه روح ندادن سراول شکل پوره انیماسیونی فیلم ساخته شد. این امکان داد در رفت نواربرداری تمام حرکت های هنرمندان اداره کرده شود. اویزون نمودن قهرمان به واسطه رسمان و ثبت نوارهای داخلی کشتی همگی 20% فیلم را تشکیل میدهند. برای 80% دیگر باید یگان کار میکردند. پس از خلاصه برای های زیاد و پرواز با طیاره گروهی تکنیکی فیلم به قرار نهایی آمدند. آنها ثبت مخصوص ساختند که برای حرکت و تاب دادن اکتیور خیلی موفق بود. این طرز کار امکان داد که حالت هنگامی پرواز در کیهان به خوبی نشان داده شود، ولی گروه با یک مشکل دیگر روبرو شد: روشنی. برای آن را در چهره و اسکافاندر هنرمند هرچی واقعی نشان دادن، باید چراغ نیز با همان سرعت تاب داده می شد. برای حل این مشکلی گروهی نواربرداران از ربات های مخصوص استفاده نمودند. سه رباتی که در ساخت اوتوموبیل استفاده برده می شوند به میدان ثبت آورده شدند، زیرا در خاطر آنها کدام عملی را که فرمایش دهی آن را اجرا میکند. همین طور در دو تای آن لامپ‌های نورافکنی و در یک تای دیگرش کامیرای مخصوصی زمانوی نصب نمودند. این طرز کار نتیجه داد. از همین هنگام در ذهن آلفونسو کوارو ایده نو پیدا شد. پس از دیدن تخته پر از چراغک‌های رنگا، او با ساخت قوطی مخصوص شروع نمود. آن را لایت باکس نام برند. همین ایده نیز در ثبت فیلم مسافران استفاده برده شده است. پس از چنین آسانی کار، تایگران روح و الهام تازه گرفتن نواربرداری در میدان ثبت مثل یک سنجش موفق جریان می گرفت. برابری نواربرداری فیلم ساخت آرایش تکنیکی آن جرایان داشت. هر یک جزئیات در علاهیدگی ساخته شده در نوارها جا به جا گذاشته می شدند. این چنین برای حرکت دادن اشیا در وکوم زحمتی خیلی زیاد صرف کرده است. فیلم مذکور را به صدا و ساوندترک های جذابش تصور کردن امکان ندارد. ثبت آنها برای بستکار و حیاتی دستش کاری آسان نبود. آنها تا حد واقع ایجاد شدند که وقتی تاب دادن میخی پیش دار، ما عیناً همان صدا را میشنویم. همه میدونیم که صداها دو نوع، طبیعی و سنعی میشوند. البته که در کیهان صدای طبیعی نیست، پس چرا آنها سنعی ایجاد نشوند؟ آخر ما کو فیلم تماشا میکنیم و این تنها بازی است. سال 1982 اتحاد شوروی موشک هوایی خود را با نام سالیوت 7 به کیهان سر داد. اما زمستان سال 1985 کشتی سالیوت 7 از اداره خود بیرون برآمده همگان را به تشویش آورد. دیره نگذشته موضوع مذکور رسانه‌ای شد. مجله ها اطراف کشتی بیستانه اتحاد شوروی و اطاعت نکردن آن می نوشتند. این خبر نه تنها اتحاد شوروی بلکه جهان را به تشویش آورده بود. پس از محاکمه های زیاد مسئولین به خلاصه آمدند که باید برای نجات کشتی چند هوانوردی خود را به کیهان برورند. اما این توکل نهایت خطرناک بود، زیرا می توانست باعث مرگ هوانوردان شود. نهایت ایونی سال 1985 هوانوردان برای نجات سالیوت 7 پرواز کردند. ویکتور ساوینیخ و ولادیمیر جونیبکوف را کیهان با سردی پیشواز گرفت، لیکن نو بسبب همه مشکلی ها آنها توانستند کشتی مذکور را دوامی 3 ماه تعمیر نموده به حالت پیشتر برگردانند. این حادثه تاکنون موفق ترین پیروزی قهرمان های شوروی در کیهان دانسته می شود.
соли 2017 коргардон Клим Шпенка мавзуи мазкурро рӯи пардаи синамо овард. Идеяи навишти филмнома аз ҷониби Алексей Самолётов пешниҳод шуда, он бо машварати мутахассисони соҳа ва шоҳидони воқеа рӯи навор оварда шуд. Филми мазкур 26 январи соли 2018 дар номинацияҳои беҳтарин филм ва беҳтарин танзим бо ҷоизаи уқоби тиллои қадрдонӣ шуд. Дар идомаи барнома аз наворбардорӣ ва софти оройшоти компютерии филм маълумот дода мешавад. барои сабт намудани филм дар саҳни майдони киностудияи Ленфилм, маркази фармондиҳӣ ва дар шаҳри Санкт-Петербург майдони махсуси сабт сохтанд. аз сабаби мураккаби лоиҳа коргардон Сергей Астаховро, ки на танҳо ҳамчун наворбардори касбӣ, балки ҳамчун донандаи хуби техникаи филмофарӣ буд, даъват намуд. системаи техникии филм хеле мураккаб буд. мо вақте бо ҳамонавардон суҳбат доштем, дарк намудем, ки онҳо низ наметавонанд дар ҳалли ин мушкилӣ ба мо кӯмак расонанд. мо ду наворбардор дорем, яке саҳнаҳои фазоӣ ва дигаре заминиро сабт менамоянд. дар чунин филмҳо наворбардор, рассом, коргардон на танҳо донандаи хуби кори хеш, балки ҳавонавар низ бошанд. сабти филм наздики 5 моҳ идома ёфта ва пурагӣ дар дохили студия наворбардорӣ шудааст. филми мазкур бо масрафи 400 миллион рубл рӯй навор оварда шуда, даромадаш 800 миллион рубл ба қайд гирифта шудааст. солҳои охир филмҳои кайҳонӣ бештар диққати синамогарони Россияро ба худ ҷалб намуданд. ин аст ки ҳар соли қариб як филм дар таҳияи коргардонҳои рус рӯй навор оварда мешавад ва албатта ки муваффақ ҳам мешаванд. соли 2017 боз як филми дигар дар коргардони Дмитрий Сильёв рӯй навор оварда шуд. бо ҳоло, дӯстони азиз, имкон дорем дар идомаи барнома чанд наворро аз софти оройшоти компютерӣ ва наворбардории филм бароятон бешарҳ пешниҳод кунем.
دوستان عزیز طور مشاهده کردید قریب اکثر فیلم های کیهانی با یک تر ساخته می شوند. از این رو ما ادامه دادن رو موافق ندانیستیم. با تلویزیون سینما بمانید زیرا فیلم های جالب و برنامه های دیدنی شما رو از این شبکه انتظارند. اکبر یار بودم تا دیداری دیگر. سربلند باشید.